بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به گپ، خوش اومدید. سلام دوستای عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون گپ. امشب هم با یک موضوع بسیار مهم در خدمت شما عزیزان و دوستان خواهیم بود. با توجه به مشکلاتی که در ایران مردم باهاش دست و پنجه دارن نرم میکنن، یک بیماری یا مشکلی که یه جورایی همه متاسفانه اون رو تجربه کردن به اسم استرس، همه دیگه تو این روزها درگیرشن. امشب میخوایم در مورد استرس حرف بزنیم. با اینکه استرس میتونه عامل مرگ بشه یا نه، یعنی یه نفر که استرسش خیلی زیاد بشه در نهایت میتونه این استرس منجر به مرگ اون طرف بشه یا نه. انشالله این برنامه رو دنبال کنید و در مورد تجربیات خودتون برای ما بگید با شماره تماسی که دوستان زیرنویس میکنن و اینکه از طریق واتساپ هم میتونید موضوع رو دنبال کنید. البته با توجه به آرامشی که آقای روحانی قول دادن اول هفته ها شنبه و یک شنبه به مردم ایران الهام بشه، فکر می کنم دیگه کسی از استرس توی ایران بمیره. گرچه توی همون یک روزی هم که این رو اعلام کردن نتونستن نرخ ارز رو ثابت نگه دارن، محض رضای خدا حداقل افت بیشتری نکنه تومن ایران ما. و فکر می کنم نیاز به این نیست که از نظر کلی معنا و مفهوم استرس و اینکه بخوایم استرس رو ببینیم چی هست اصلا برای کسانی که ایرانی هستن، چه داخل کشور چه خارج از کشور، کسانی که مرتبط هستن با کشور ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی، شرح بدیم استرس رو در محیط کار، در محیط مربوط به تحصیل ما، در هر چیزی که ارتباط پیدا میکنه به مسائل مالی و اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل امنیتی، مسائل امور خارجه، هر چیزی رو که بخوایم در موردش فکر کنیم، فرهنگی، میراث فرهنگی، آب و هوا، حتی محیط زیست، هر کدوم از این مناطق، هر کدوم از این جنبه ها رو در زندگی ما ایرانی ها بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، مملو از استرس هست. و به همین دلیل فکر میکنم توی این برنامه ما چیزهایی یاد خواهیم گرفت که مطمئناً فراتر از یک فهم شخص معمولی در جامعه است در مورد استرس. مطمئناً همه میدونیم استرس چیه، اما اینکه به صورت علمی بفهمیم علم در مورد استرس به کجاها رسیده و بعد بدونیم چه راههای علم در جلوی پای ما گذاشته که استرس رو از بین ببریم و در نهایت بفهمیم که رسول الله علیه السلام و قرآن چه راههایی به ما آموزش دادن که بتونیم استرس رو کاهش بدیم در خودمون. این تمام موضوع برنامه امروز. مطمئن باشید نمیذاریم این یک ساعت پای تلویزیونتون باشید و استفاده نبرید. کاک اصلا استرس از نظر علمی چی هست؟ خب استرس یا به اصطلاح فارسی تنیدگی به معنی فشار و نیروه، یعنی اگه لغوی معنی کنیم به معنی فشار و نیروه. خلاصه هر عامل یا هر محرکی که در انسان ایجاد فشار بکنه، این رو فشار روحی، این رو میتونیم اسمش رو بذاریم استرس یا فشار عصبی. و این یک تعریف ساده‌ای بود که به هر حال خیلی راحت میشه اون رو هضم کرد. و متاسفانه در ایران، یعنی طرف از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای که از این دنیا میره، با این شرط که در ایران زندگی کنه، نمیتونه یک روز رو متصور بشه که بهش فشار عصبی وارد نشه، یک محرک بهش وارد نشه و این تنیدگی یا استرس رو تجربه نکنه. و این خیلی خطرناکه متاسفانه. و استرس اگر به مراحل حاد خودش برسه میتونه طرف رو حتی یه جورایی چطوری بگم دیوونه کنه، اصلا طرف رو یعنی کامل مشکل اساسی براش درست کنه. به همین خاطر نباید استرس رو دست کم بگیریم، نباید فشارهای عصبی که بهمون میاد یا میبینیم یکی از اعضای خانواده علل خصوص الان با توجه به شرایط اقتصادی که مردم در ایران دارن تجربه میکنن و روزهای سختی رو پشت سر میگذارن، حتما باید خانواده ها رعایت کنن، علل خصوص پدرهای زحمتکش باید قدرشون رو بدونن و هم میدونن دیگه مشکلات چقدر زیاده و این مشکلات و این فشارها بیشتر روی دو ستون خانواده که پدر و مادر میاد. به همین خاطر باید خیلی بچه ها این قضیه رو کنترل کنن و رعایت کنن. یه مسئله توی علم روانشناسی هست که میگه فلان مشکل روانی آیا میتونه ما رو از پا در بیاره یا نه؟ شاید برای یک سوال پیش پا افتاده باشه از نظر
یک شخص معمولی، اما یک روانشناس براش بسیار مهم هست که این خطورت این استرس و درمان نشدنش و اضافه شدن هر روزش آیا میتونه انسان رو بکشه یا نه. این ویدیو رو با هم ببینیم، ببینیم که آیا استرس میتونه باعث مرگ ما بشه و اگر میتونه چه کارهایی باید بکنیم که به اون درجات نرسه. ببینید، خواهش میکنم. نجات بده. بله، یک نکته جالب همین انتهاش بود، اینو میگم بهتون از نظر شرعی و بعد میرم ادامه. رسول الله علیه السلام میفرمایند در حدیث صحیح که به ما رسیده که صله رحم باعث طول عمر میشه. در مورد اکسیتوسین وقتی داشت توی این کلیپ علمی بررسی میکرد بدون در نظر گرفتن دین، به این رسیدیم ما در سالهای اخیر که اکسیتوسین با روابط اجتماعی، با ارتباط برقرار کردن با نزدیکانمون باعث ترشحش میشه و باعث میشه که انشعابات رگهای ما آرامش بیشتری داشته باشه، خون رسانی به قلب بهتر انجام بشه و در نتیجه خطرات ناشی از مرگی که علتش استرس ها و فشارهای روانی هست بر ما کمتر بشه و ما طول عمر بیشتری داشته باشیم. حدیث رسول الله علیه السلام دقیقا همین رو به ما میگه. سبحان الله. گاکسن. یک نکته هم فراموش نکنیم، فکر نکنید که عواملی که باعث استرس میشن حتما و الزاما باید عوامل روحی و روانی باشه. نه، استرس میتونه عوامل خارجی یا فیزیکی هم به حال باعثش بشه. مثلا دمای هوا، سرمای خیلی زیاد یا گرمای خیلی زیاد یا سر و صدای خیلی زیاد، اینا میتونه استرس درست کنه. الان شما افرادی که اگر برید مطالعه کنید در این زمینه و نتایج تحقیقات روانشناسا رو ببینید، افرادی که در شهرهای شلوغ زندگی میکنن با کسایی که در شهرهایی که به لحاظ سر و صدا و اینا کمتر شلوغ هستن زندگی میکنن، کامل تفاوت رو میشه در نتایج تحقیقات اینا دید که این افراد، مثلا یه نفر که در تهران داره زندگی میکنه با یک نفری که فرض کنیم در یک شهر کوچک در کردستان، در بلوچستان یا در حواشی ایران داره زندگی میکنه، استرس این افراد کامل متفاوته. پس سر و صدای زیاد، دمای هوا، اینا میتونه به عنوان عوامل فیزیکی میتونه تأثیر داشته باشه روی استرس. خب حالا استرس چند نوعه؟ روانشناسا استرس رو تقسیم کردن به سه نوع. یه نوعش که استرسیه که موردیه، یعنی به خاطر یک کار یا به خاطر یک وضعیتی که مثلا فرض کنیم فردا من امتحان دارم، خب الان من امشب استرس دارم، یا یه لحظه قبل امتحان مثلا من استرس دارم، یا اینکه نه میخوان جواب کنکور رو بدن اون لحظه ای که دارم سرچ میکنم استرس به هم وارد میشه. اینا استرس موردی بهش میگن که خیلی کوتاه مدته و طبیعیه و احتمال داره هر کسی به هر حال با این قضیه درگیر بشه با توجه به اخباری که بهش میرسه، با توجه به شغل و به هر حال وظیفه‌ای که در جامعه داره میتونه این استرس براش به وجود بیاد. نوع دوم استرس کوتاه اما مکرره. اینم به خاطر دغدغه‌های فکری و شغلی و وضعیت اقتصادی و وضعیت معیشتی و وضعیت زندگی. و فرض کنیم یک نفر با خانمش، یک خانم با آقاش مشکل داره در زندگی زناشوییشون، این دیگه استرسه. آیا شوهرم منو طلاق میده؟ آیا خانمم منو ترک میکنه؟ این دیگه براش استرس درست میکنه، استرس درست میکنه و به شکل مدام و مکرر تکرار میشه. یه چیزی که فکر میکنم تو زندگی ما هم توی همین مورد وجود داره، به خصوص در درون کشور، اینه که یه نفر میخواد به خرید یک چیزی مثل ماشین برسه، میگه خب الان پراید مثلا من میخوام بخرمش 80 میلیونه، میخواد تلاش کنه که به این 80 میلیون برسه، 60 میلیون داره، تلاش خودش رو میکنه توی مثلا چند ماه 10 میلیون به پس اندازش اضافه میکنه، بعد میبینه الان رسیده پراید به 90 میلیون، بعد دوباره تلاش میکنه میرسه رسیده به 100 میلیون. یعنی این استرس همیشه باش هست، هر بار این از خواب بیدار میشه با خودش این استرس رو داره که آیا قیمت اون چیزی که من میخوام بخرم همچنان ثابت مونده یا من مجبورم دوباره چند ماه دیگه تلاش کنم. چرا پراید میگه بابا تخم مرغ الان آره مردم فکر تخم مرغ خریدن والله.
و نوع سوم از استرس مزمنه که این دیگه میتونه یه نوعی از بیماری های روانی محسوب بشه و این فرد حتما باید تحت معالجه و تحت نظر پزشک قرار بگیره و این دیگه خطرناکه. یعنی طرف دیگه 24 ساعته با این استرس داره زندگی میکنه که متاسفانه کسایی که در ایران زندگی میکنن یه جورایی این مشکل رو دارن. خودشون نمیخوان اما صبح که از خواب پا میشن میبینن قیمت پنیر و ماست و نون و نمیدونم تخم مرغ و همه چی گرون شده. و این فقط امروز نیست، فردا دوباره از خواب بیدار میشن همین وضعیته. و این باعث میشه به صورت مزمن و هی تکرار بشه استرس براشون درست بشه. پس یه بار خلاصه میگم، استرس موردی داریم، استرس کوتاه اما مکرر داریم و استرس مزمن داریم. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم تأثیری که استرس بر مغز ما میذاره. در کلیپ قبلی تأثیر استرس بر آنزیم های بدن و اون تأثیری که بر قلب ما میذاره و باعث مرگ ما میتونه بشه، این بار میخوام ببینیم چه تأثیری میذاره استرس بر مغز انسان و طرز فکر انسان. قبلش یک تماس میگیریم و بعدش میریم سراغ این ویدیو. تماس رو بگیریم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرم جناب کاک حسن، داداش گلم، جناب استاد موحد، عزیزان یه عرضی دارم، تا به حال عرض نکردم، ولی ببینید تو رو خدا معقول حرف میزنم. ایش بینندگان عزیز، عرض شود که استرس یعنی چی؟ یعنی ترس. ترس از چی پیدا میشه؟ از آینده، از یه دقیقه بعد، یه سال بعد تا برو بالاتر. جامعه ما یه دو تا سازمان بیشتر نداریم که، یا سازمان رسمیه یا سازمان غیر رسمی. در سازمان های غیر رسمی گستردهی که در کشور هست، 10% بهشون اقتصاد کلان کشور در دستشونه. ببینید الان، ببینید تو اسلام شهر، بیا تو ربات کرده، مغازه هست متر 400 میلیون تومن، متر 200 میلیون تومن. بقیه چی کارن؟ بقیه مزد بگیرن یا کارمندن یا کارگرن. مثلا جنب لب میشه، میاد تو خیابون تظاهرات میکنه، میزنن تو خیابون. قطع شدن متاسفانه. تماسشون دوباره میگیریم بعد از این کلیپ. این کلیپ رو میبینیم دوباره. بعد دوباره تماسشون رو میگیریم ببینیم بذاریم در واقع مطلبشون به پایان برسه. اتاق فرمان. آیا خواب راحتی ندارین؟ زود رنج یا دمدمی شدین؟ چیزای کوچیکو فراموش میکنین؟ احساس میکنین تو مشکلاتتون غرق شدین؟ ناراحت نباشین، هممون یه موقع اینجوری میشیم. شما احتمالاً تحت فشار زیادی قرار گرفتین. استرس همیشه بد نیست. میتونه برای جمع کردن انرژی یا تمرکز مفید باشه. مثل وقتی که یه ورزش رقابتی انجام میدید یا باید برای مردم سخنرانی کنید. اما وقتی که ادامه دار میشه، شب و روزمون به هم میریزه. در حقیقت باعث میشه ذهنیتتون عوض بشه. استرس مزمن مثل بیش از حد کار کردن یا جر و بحث توی خونه میتونه رو اندازه، ساختار و روش عملکرد مغز اثر بذاره. و حتی به ژن‌هاتون برسه. استرس با چیزی به اسم ترشح محوری غده هیپوتالاموس شروع میشه. فعل و انفعالات متوالی بین غدد درون‌ریز توی مغز و کلیه که واکنش‌های بدن شما رو در برابر استرس کنترل می‌کنن. وقتی مغز شما یک موقعیت پر استرس رو شناسایی می‌کنه، محور HPA شما فوراً فعال میشه و هورمونی به اسم کورتیزول رو آزاد می‌کنه که بدن شما رو وادار به واکنش سریع می‌کنه. اما مقدار زیاد کورتیزول در زمان طولانی باعث آسیب دیدن مغز میشه. برای مثال استرس مزمن باعث افزایش فعالیت و تعداد ارتباطات عصبی در بخش آمیگدالا میشه که مرکز ترس در مغز شماست. و هرچه که کورتیزول زیاد میشه، سیگنال های الکتریکی مرتبط با یادگیری، خاطرات و کنترل استرس ضعیف‌تر میشن. همچنین هیپوکامپس فعالیت محور HPA رو مهار میکنه. پس وقتی که ضعیف میشه، توانایی شما در کنترل استرس هم ضعیف میشه. اگرچه این همه ماجرا نیست، کورتیزول واقعا میتونه باعث کوچیک‌تر شدن سایز مغز بشه.
مقدار زیاد کورتیزول باعث کاهش ارتباطات سیناپسی بین نورون‌ها و کوچک شدن قسمت جلویی کورتکس مغز میشه. قسمتی که رفتارهایی مثل تمرکز، تصمیم گیری، قضاوت و فعالیت‌های اجتماعی رو تنظیم می‌کنه. کورتیزول همینطور روی مقدار سلول‌های جدید که توی هیپوکامپس ساخته میشه تأثیر می‌ذاره. معنیش اینه که استرس مزمن می‌تونه یادگیری و به یاد آوردن چیزها رو برای شما سخت کنه و همچنین مغز شما رو برای بیماری‌های روانی جدیدتری مثل افسردگی و سرانجام آلزایمر آماده کنه. استرس ممکنه حتی روی DNA شما هم تأثیر بذاره. یه مطالعه نشون میده مقدار تغذیه موش مادری که نوزادش رو شیر میده میتونه توی چگونگی واکنش بچه به استرس در زندگی آیندهش تأثیر بذاره. نوزادایی که توسط مادرشون تغذیه شدن کمتر نسبت به استرس حساس بودن، چون مغز اونا گیرنده های کورتیزول بیشتری پرورش داده که به کورتیزولا میچسبن و واکنش استرس رو ضعیف‌تر میکنن. نوزادای مادرای بی‌دقت نتیجه برعکسی داشتن و توی زندگی نسبت به استرس بسیار حساس بودن. این موضوع به عنوان تغییرات اپیژنتیک شناخته شده. به این معنی که ژن‌ها بدون تغییر توی کد ژنتیکیشون تحت تأثیر قرار می‌گیرن و اگه مادرها عوض بشن، این تغییرات میتونن برعکس بشن. اما یه نتیجه غافلگیرکننده وجود داره. تغییرات اپیژنتیکی که از یه موش مادر ایجاد میشه، میتونه به چندین نسل بعد از اون منتقل بشه. اما این اونقدرام خبر بدی نیست. روش‌های بسیار زیادی وجود داره که میشه تأثیراتی که کورتیزول در هنگام استرس روی مغز شما میذاره رو از بین برد. قوی ترین سلاح ورزش و مدیتیشنه که شامل تنفس عمیق، تمرکز روی محیط اطراف و مراقبه است. هر دو این فعالیت‌ها استرس شما رو کاهش میدن، سایز هیپوکامپس رو افزایش میدن و در نتیجه حافظه شما رو بهتر میکنن. پس احساس نکنید که مشکلات روزمره شکستتون دادن. اینم چگونه بتونیم مقابله بکنیم با استرسی که تاثیر میذاره بر مغز ما. همینطور که دیدید میتونه باعث آلزایمر بشه و همینطوری که دیدید میتونه تاثیر بذاره در ژنتیک ما، یعنی کسانی که در یک محیط آرام دارن زندگی میکنن. حالا اینجا بین موش آزمایشگاهی مقایسه کرد، ما بزنیم تو دنیای واقعی کسایی که توی یک محیط آرام دارن زندگی میکنن، فرزندانشون توی یک محیط آرام بدون دغدغه بدون استرس بزرگ میشن، خیلی متفاوت نسل آیندهشون از نظر ژنتیکی با اون کسانی که توی یک محیط بسیار پر استرس بزرگ میشن. اخباری که بهشون میرسه، وضعیت اقتصادی و وضعیت سیاسی منطقه‌ای که دارن توی زندگی میکنن، محیطی که دارن توی زندگی میکنن، یا حتی خانواده به عنوان مهمترین و کوچکترین جامعه دارن توی زندگی میکنن، مؤثر خواهد بود در ژنتیک اونها و این باعث نگرانی ما میشه که آینده کشورمون، نسل‌های آینده کشورمون چگونه خواهند بود و چه تأثیری از استرس این 40 سال، این دو نسلی که در جمهوری اسلامی تا الان پرورش پیدا کردن میشن. واقعا برای من حداقل ناراحت کننده است. من فکر نمی‌کردم استرس حقیقتا تأثیر بذاره توی ژنتیک انسان. واکسن. بله. مطلبی که من الان میخوام خدمت شما عرض کنم در مورد علائم جسمیه که میتونه بر اثر استرس به وجود بیاد. این مطلب رو حتما مد نظر داشته باشید که ما اینجا به قول معروف پزشک یا روانپزشک نیستیم، فقط داریم نتایج تحقیقات روانپزشکا رو خدمت شما عرض میکنیم، نتایج تحقیقات روانشناسا رو خدمت شما عرض میکنیم. اگر این علائم در شما وجود داره، این به این معنی نیست که شما الزاماً استرس دارید، اما میتونید به هر حال مراجعه کنید به یک روانشناس، به یک پزشک یا روانپزشک و قضیه رو مطرح کنید. پس این نکته خیلی ضروریه، چون بحث خیلی تخصصیه و خیلی مهمه و متاسفانه در ایران هم یه جورایی این فرهنگ غلط وجود داره که مردم فرض کنیم یه نفر میره دکتر یه داروی رو مصرف میکنه و این دارو برای این نفر خوبه، همین دارو رو پیشنهاد میکنه به یکی دیگه و خوددرمانی و معضلاتی که در ایران ما شاهدش هستیم و در خیلی جاهای دیگه. پس این علائم رو که من ذکر میکنم به این معنا نیست اگر شما یکی یا دو تا سه تا یا همه اینا رو دارید الزاما شما استرس دارید. نه، اینا رو در ذهنتون داشته باشید و اگر خدای نکرده اینا رو دارید حتما دنبالش باشید. اولین علائم جسمی که میتونه نشان دهنده این باشه که شما استرس دارید دلدرده. دومین علامت میتونه تیک عصبی باشه.
یعنی تیکای عصبی که طرف دست خودش نیست و میتونه در دستش، در پاش، در چشمش، به هر حال تیک عصبی دیگه مشخص چیه. تنفس سریع میتونه نشانه استرس باشه. ضربان قلب سریع، عرق کردن زیاد میتونه نشانه استرس باشه. لرزش، بعد تکرار ادرار، تغییرات اشتها، طرف مثلا قبلا خب خوشخوراک بود، الان نمیتونه غذای درست حسابی بخوره، و یا برعکسش پرخوری هم میتونه نشانه استرس باشه. بعد انتظار عقوبت و عذاب، همیشه یک ترسی داره، همیشه یک واهمه ای داره از این قضیه. بعد ترس یا عصبانیت، مشکلات تمرکز، افرادی که استرس دارن نمیتونن خوب تمرکز بگیرن و همین خاطر تاثیر میذاره رو کاراشون. بعد خشم غیر منطقی و بیقراری، این مطالب رو که ذکر کردم این به این معنی نیست اگر شما یکی دو تا از اینا رو دارید استرس دارید، نه، فقط در ذهنتون داشته باشی، چون در ادامه برنامه انشاءالله روش‌هایی رو خدمت شما عرض می‌کنیم که بتونیم با همین استرس هم مبارزه کنیم و بدون اینکه نیازی داشته باشیم حتی به پزشک بتونیم خودمون رفعش کنیم. چیز عجیب و غریب و سختی نیست. پس اینها نشانه های استرس بود که روی جسم ما میتونه تأثیر بذاره. آقا مصطفی رو بگیریم و بعد یک ویدیو ببینیم در مورد فوبیای کرونا، اینکه ترسی که نکنه ما کرونا داشته باشیم چه استرسی به ما وارد میکنه. این استرس جهانی شده به خاطر اپیدمی کرونا در جهان و یکی از عوامل کشنده مثل خود کرونا است. حالا توی این ویدیو از نظر آماری خیلی دقیق‌تر بهتون توضیح میده. آقای مصطفی بفرمایید. سلام علیکم. الو، سلام علیکم جناب آقای مباید و آقای کریمی عزیز. من اوایلی که کرونا به وجود اومده بود یک چیزی مشهور شده بود و میگفتن ترس از کرونا خیلی خطرناکتر از خود کرونا. واقعا همین هست، یعنی گاهی وقت انسان از یه موضوعی انقدر میترسه که اگر به اون موضوع هم مثلا مبتلا بشه انقدر سختی. این هم همینه، گاهی وقتا استرس، حالا گاهی وقتا یه سری عوامل درونی داره، یه سری عوامل خارجی داره. درونیش که من میگرده به خاطر انسان ها به اینی که حالا خودخوری نکنه نسبت به بعضی از چیزهایی که تقدیر و قسمت الهی هست، علیکی خود و بیجهت مثلا خیلی به خودش سخت نگیره. بعضی از چیزها خداوند اونو مقدر کرده برای من که حالا رد خروجی از خوشی از خوش آسی تو کمی بیتازی من نبازه این خیلی فکر کنم. یه سری چیزا عوامل خارجی، یعنی به این جهت که آقا بعضی از افراد میتونن این استرس رو بر من وارد کنن. حالا گاهی وقتا دود، سفیر، بزرگتران، حالا این بزرگتران میتونن بزرگان سیاسی باشن، سیاسی باشن. این مسائل مثلا همین گاهی وقتا بعضی چیزا جاستی بیده نه اون که میگن با اون چیزی انتبیدن با هم ناسازگاره. این میشه که آدم وای وقتا شک میکنه، استرس بهش وارد میشه. طرف به عنوان مثلا یه سخنرانی آدم میفهمه که این زمینی در سخنرانی تهران با قیمت بسیار نازل بهش دادن، بعد اومده این ساخته میلیاردی درآمد کسب کرده، بعد حالا به عنوان یه سخنران مطرح کشوری هم هست، من مثلا مینشینم پای صحبتاش، اون برای من از این صحبت میکنه که دنیا ارزش نداره، اهمیت ندیم به مال دنیا. ولی موقع که خودمون ریز میشیم میبینیم بلی خودش زمینی رو مفت دست آورده، زمین در فلان جای تهران که قیمت میلیاردیه، بعد آپارتمانی ساخته قیمتش هم باز میلیاردی فروخته، بعد این میاد به من میگه که آقا دنیا ارزشی نداره، خیلی اهمیت به مال دنیا ندیم. خب این تعارضا و این تناقضا هست که استرس وارد میکنه. من حتی نسبت به دین، نسبت به بعضی از جریان ها حتی اعتماد من سلب میکنه. هنوز اعتماد داشتید به اون جریانی که آقای پناهیان تبلیغش رو میکنن قبل از اینکه این چیزا رو بشه براتون؟ واقعا امر آدم تعجب میکنه. حالا یه گوشش من فقط اشاره کردم. آخه من تعجب میکنم آیا بعد از 40 سال. من سوالم اینه، شما میگید خب من در واقع اعتماد انسان نسبت به اینها سلب میشه، من بعید میدونم کسی هنوز مونده باشه که به اینها اعتماد داشته باشه. آیا شما قبل از اینکه مثلا
دروغهای پناهیان یا امثال اینها رو بشه و بخور بخورهاشون، همچنان اعتماد داشتید به این قوم و قبیله؟ آدم از خودت عقل پیدا میشه آقای مواد عزیز. خوبم لقری زمان پلیتل بودیم، دیوانه بودیم، ساده بودیم، قبول اکبر. زنده باشید، خدا حفظتون کنه. نه اصلا اینطوری نیست. بالاخره فکر میکنم که دیگه الان اکثریت جامعه ایران به این نتیجه رسیدن که این قوم بخور بخوراشون بیشتر از این حرف هاست. فقط توی یک موردی که رویترز اموال آقای خامنه ای رو که در واقع ایشون دیگه سخنگوی نزدیک به ایشون معرفی میشن، بذارید من خدافظی میکنم با آقای مصطفی عزیز از شیراز، آقای خامنه ای خودش 200 میلیارد دلار اموالی هست که در تحت کنترل ایشونه. 200 میلیارد دلار دیگه کسی که سخنرانش بخواد باشه دیگه یه دونه ملک توی مثلا ولنجک و شراکت با مالک تکماکاران دیگه خوراکشه. فهم می‌کنم یک دهمش هم نیست از اون چیزی که ما همچنان میدونیم ازشون. بالاخره تشکر می‌کنم ازتون. تماس بعدی رو بگیریم. تماس بعدی آقای عبدالرحیم از ساوه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. سری من یه مطلبی علیکم سلام بفرمایید. عرض شد که داداش جان جامعه ای که گفت من مسلمونم باید شبیه پیغمبر بشید، بله. شناسنامه که به درد نمیخوره. پیغمبر رحمت للعالمین بود، جامعه هم باید رحمت للعالمین بشه یا نه، هر کسی به خودش. جامعه ما چنان مهندسی شده در این 40 سال خیلی شبیه ونزوئلا شدیم. سازمان های غیر، دو تا سازمان در مملکت نداره، یه سازمان رسمیه یه سازمان غیر رسمی. سازمان رسمی همین حکومته، سبوبه که حاکمش هستن. سازمان غیر رسمی حدود 10% از این جامعه ها متمکنن، مغازه دارن، کارخونه دارن. متاسفانه تماسشون قطع شد دوباره. یک موردی که آقا مصطفی گفتم فهم کنم واقعا تاثیر داره، حالا غیر از مسئله سیاسیش بخوام بهش بپردازیم، اینی که ما بر یک باور یا عقیده باشیم که از گذشتگان ما به ما رسیده باشه و بعد همین که بدونیم این عقیده اشتباهه، عقیده‌ای که پدرانمون داشتن اشتباهه، مبلغانی که ما تا حالا فرشته میدیدیمشون، بی اشتباه و معصوم میدیدیمشون، میبینیم اینا اصلی ترین مفسدین خودشون هستن. این استرسی به آدم وارد میکنه که فکر میکنم هر کسی که تغییر داده مذهب خودش رو یا دین خودش رو به مذهب حق، به دین حق هم رفته، فکر میکنم این رو چشیده که در نتیجه تبدیل به یک آرامش میشه توی اون شخص. تماس بعدی رو میگیریم از افغانستان. دوست عزیزمون بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. الان من تو پخش زنده هستم. بله صدای شما پخش میشه، شما در پخش زنده هستید، بفرمایید. الان من معذور خود متوجه نشدم، اون قدر که متوجه شدم و همون اعتماد بر دنیا و اعتماد بر شخص پرستی و همون بزرگ پرستی ده. موضوع ما در مورد استرس و استرس و اینکه استرس میتونه شخص رو بکشه در نهایت یا نه. خب بذارید اینشون ببینن برنامه رو، فکر می‌کنم امروز ندید دوستش دارن مشارکت بکنن توی برنامه. یه ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. در مورد همون کرونا، اینکه چطور استرس کرونا که اکثر جامعه رو گرفته ما رو اذیت نکنه. بگیم تماس رو بگیریم. آره باشه بگیریم. ببخشید پشت خط نمونن دوست. بفرمایید دوست عزیزمون، صدای گیرنده تون رو کامل ببندید. بفرمایید. بفرمایید. الو. صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام، خسته نباشید. ببخشید سلام، خسته نباشید آقای موبایل شما، خسته نباشید. سلام. ببخشید استرس واقعی ایران میدونی چیه؟ بله. استرس واقعی ایران خامنه ایه، عامل استرس ایران هستنشون. بفرمایید. دفتی و روشن
استرس واقعی اینو هسته آقای مباهد، آقای شما، شما گردم از به این چیز میزنی اینو رو پخش میکنه، اینو تو پری شما رو پاش میدادن الان میان میگن الان اگه مردم بیان بیرون شعور بدن دیگه چه نمیدن، میترسن دیگه، میترسن. بله میترسن، اگه من نبودن نمی اومدم بیرون این حرف رو میگفتم. چرا فقط همون تلفونی میخواه حرف هاشون رو میزنن؟ من یه زنم همه جا میگم، تو دادگاه همه جا میگم، میگم مرگ بر خمینی، مرگ بر روحانی. خیلی ممنون، به حال پیام شما رو گرفتیم. شما فرمودید که عامل اصلی استرس در ایران باند خامنه‌ای و دستیارانشونه. کلیپ رو ببینیم و برمیگردیم در ادامه، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. ترس از بیماری یا نوستوفوبیا چیست؟ رابطه های اجتماعی داری؟ استرس بیاد سراغ اون اصلا خوب نیست. وقتی استرس برای مدت طولانی تو بدن من و شما بمونه. ترس از بیماری یا نوستوفوبیا همونطور که از اسمش به خوبی مشخصه اختلالیه که در اون ما تصدیق کنیم این رو و بعد درتون پخش خواهیم کرد. بعدش کارگستان در مورد این که انتهای برنامه رو کلا میریم در این مورد که ما چطوری بخوایم جلوی استرس رو بگیریم، در این مورد صحبت خواهیم کرد. هر چیزی که تا الان بوده استرس رو شناختیم، بدبختی رو شناختیم، بعدش میریم که چطوری جلوش رو بگیریم. ببینیم پخش میکنم. کلیپ آماده است؟ مش به خوبی مشخصه اختلالیه که در اون شخص از ابتلا به بیماری به خصوصی هراسون میشه. احتمال بروز این اختلال تو شرایط اضطراری مثل الان که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده بیشترم میشه. توی این ویدیو قرار از نشانه های این اختلال تا راه های درمانیش رو بهتون توضیح بدیم. نشونه اصلی اختلال نوسوفوبیا اضطراب و ترس بیش از حد و دائمی از مبتلا شدن به بیماری. نگرانی شخص مبتلا به این اختلال حتی بعد از آزمایش دادن و مطمئن شدن از منفی بودن جواب اون هم تداوم پیدا میکنه. ترس و اضطراب شدید حتی میتونه باعث بروز نشانه های جسمی هم بشه، مثل سرگیجه، حالت تهوع، تون شدن نبض، عرق کردن، تنفس سریع و مشکل در خوابیدن. یکی دیگه از نشانه های رفتاری شخص مبتلا به ترس از بیماری اجتناب کردن از کسب اطلاعات راجع به بیماریه. اما از طرف دیگه بعضی ها هم ترجیح میدن ساعت ها وقت خودشون رو صرف پیگیری اخبار مربوط به اون بیماری کنن تا اطلاعات بیشتری در موردش به دست بیارن. ولی این اختلال رو نباید با هیپوکندریا که اختلال خود بیمارپنداری اشتباه گرفت. خیلی ها نوسوفوبیا رو با هیپوکندریا اشتباه میگیرن. هیپوکندریا یعنی خود بیمار انگاری. شخص مبتلا به هیپوکندریا اگه نشانه های جزئی مثل سردرد یا گلودرد رو تجربه کنه، ترس از اینکه بیماری مزمن و خطرناکی به سراغش اومده باشه آزارش میده. اما شخصی که مبتلا به نوسوفوبیاست بدون اینکه نشونه ای از مریضی داشته باشه از مبتلا شدن به بیماری به خصوصی نگرانه. یه مثال میزنیم. توی هیپوکندریا شخص ممکنه سردرد خودش رو نشونه تومور مغزی بدونه، اما در مورد نوسوفوبیا نگرانی و اضطراب مداوم راجع به ایجاد تومور مغزی وجود داره، حتی اگه هیچ نشونه هم توی فرد وجود نداشته باشه. تو بسیاری از موارد پیدا کردن علت قطعی اختلال ممکن نیست. بنابراین مواردی که در ادامه بهش اشاره می‌کنیم فقط علل احتمالی بروز اختلاله. مبتلا شدن یکی از عزیزان به بیماری سخت و مزمن، شنیدن اخبار مرتبط با شیوع بیماری‌های مصری و واگیردار، دسترسی آسان به حجم زیادی از اطلاعات راجع به بیماری‌های مختلف و کنجکاوی برای دونستن جزئیات در این زمینه، مسائل ژنتیکی و سابقه بروز نوسوفوبیا در یکی از اعضای خانواده، سابقه ابتلای شخص به بیماری مزمن در گذشته، همچنین کسایی که از اختلالهای رفتاری مثل اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی، وسواس فکری عملی یا اوسیدی رنج میبرند، بیشتر در معرض ابتلا به نوسوفوبیا هستند.
چنانچه احساس میکنید استرابتون درباره بیماری ها از حد طبیعی گذشته و به فوبیا تبدیل شده، با متخصص مشورت کنید. اون شما رو به کسایی ارجاع میده که تجربه تشخیص و درمان فوبیا رو دارن. روان درمانگر به بیمار کمک میکنه با ترسهای خودش روبرو بشه و با بکار گرفتن راهکارهایی بر اونها غلبه کنه. برای درمان نوسوفوبیا دو راهکار درمانی اصلی وجود داره: درمان از راه مواجهه و رفتار درمانی شناختی. تو روش درمان از راه مواجهه، توی موقعیت درمانی ایمن، شخص مبتلا رو در معرض چیزی قرار میدن که ازش میترسه، مثل اخبار شیوع بیماری ها، مطالعه درباره مریضی های مختلف و غیره. سپس درمانگر ابزارها و روشهایی رو در اختیار شخص مبتلا میذاره که با استفاده از اونها بتونه ترس و استرابش رو کنترل کنه. همچنین روش رفتار درمانی شناختی راهکار مؤثر دیگه‌ای برای بهبود ترس از بیماریه. مثل مورد قبل، اینجا هم درمانگر از مواجهه شخص مبتلا با عامل زمینه‌ساز ترسش استفاده میکنه. اما تمرکز اصلی توی این روش بر شناسایی افکار و ترس‌های نامعقوله. شخص مبتلا به نوسوفوبیا یاد میگیره که چطور دفعه دیگه که استراب و ترس ناشی از فکر کردن راجع به بیماری به سراغش اومد، لحظه ای صبر کنه و ببینه آیا احساس یا فکرش با عقل جور در میاد یا نه. تغییر دادن و اصلاح کردن افکار نامعقول و نگران کننده به کاهش استراب کمک میکنه. ترس از مبتلا شدن به بیماری ها مسئله کاملا طبیعیه، به ویژه تو شرایط خاصی مثل این روزا که شیوع ویروس کرونا خیلی ها رو نگران کرده. بنابراین چنین احساساتی رو باید به فال نیک بگیرید و فقط با مد نظر قرار دادن اقدامات پیشگیرانه و ملاحظات دیگه از شدت ترس خودتون کم کنید. برای مشاهده مطالب و ویدیو به کانال چطور مراجعه بکنید. زحمت کشیدم. تشکر میکنیم. که اصلا بریم سراغ این که چطور بتونیم استرس رو رفعش کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ این راهکارها، راهکارهای خیلی زیادی وجود داره، من یه سری عواملی رو بگم که شایعه و احتمال داره خیلی راحت اینا باعث استرس بشه. مثلا نقل مکان کردن، حتی حالا از یه شهر به شهر دیگه، از یه محله به محله دیگه، میتونه باعث استرس بشه که این میتونه در هر فردی متفاوت باشه. میتونه در یک شخصی این نقل مکان کردن موردی باشه، همون سه موردی که خدمت شما عرض کردم، انواع استرس. میتونه برای یک نفر نه به شکل تکراری و مکرر و کوتاه باشه و میتونه حتی مزمن بشه. یه نفر از یک محله از یک شهری خوشش نیاد و براش استرس درست کنه. یک مقطع تحصیلی جدید، طرف ابتدایی میره راهنمایی، راهنمایی میره دبیرستان، دبیرستان میره دانشگاه، اینا میتونه براش استرس درست کنه. بعد ابتلا به یک بیماری، مرگ عزیزان، بعد ازدواج، تولید فرزند، اینا میتونه، تولد فرزند، اینا همش میتونه باعث بشه که در انسان استرس به وجود بیاد و با توجه به فرد میتونه همه اینا متفاوت باشه که کدوم یک از اون مراحل استرس باشه. خب حالا چیکار کنیم اگر خدای نکرده ما دچار استرس هستیم؟ و مطمئنا اگر در ایران زندگی میکنید، حداقل با استرس های موردی و یا کوتاه و مکرر درگیر هستید. اولین کار و راحت ترین کار و بهترین کار اینه که ما به عنوان مسلمان، ما به عنوان یک انسان مسلمان، ایمانمون به قضا و قدر هست، ایمانمون رو به الله تقویت کنیم، بیشتر کنیم، پایبندیمون رو به اسلام بیشتر کنیم. هر چقدر این پایه رو ما محکمتر کنیم در زندگیمون، این ستون رو محکمتر کنیم در زندگیمون، مطمئنن خیلی از مشکلات روحی و روانی و جسمی از ما دور میشه. منی که ایمان داشته باشم، ایمانم به قضا و قدر کامل باشه و ایمان داشته باشم که رزق من رو الله تعیین کرده زمانی که من در شکم مادرم بودم، پس نیازی نیست به خودم استرس وارد کنم. و این به معنای این نیست که ما تلاش نکنیم، نه، تلاش تلاش تلاش، اما نیازی به استرس هم نیست. پس اولین مورد اینه که ایمانمون رو به الله تقویت کنیم و این پایه و ستون رو در زندگیمون
قوی تر کنیم. بعد طرز تفکر خودمون رو با استفاده از آموزه های دینی تغییر دهیم نسبت به خرافات و نمیدونم چیزهایی که ما در جامعه به خوردمون دادن، طرز تفکر خودمون رو تغییر بدیم و یک طرز تفکر اسلامی و صحیح با عقیده صحیح بتونیم پیاده کنیم. بعد به چیزهایی که در آینده قرار اتفاق بیفته فکر نکنیم، نه اینکه براش برنامه ریزی نکنیم، نه، به خودمون استرس وارد نکنیم. خیلی از چیزهایی که ما فکر میکنیم احتمال داره اتفاق بیفته 90% و شاید بیشترم اتفاق نمیفته، ولی ما خودمون به خودمون استرس وارد میکنیم. همیشه سعی کنیم نسبت به اتفاقات و دوروبر خودمون مثبت فکر کنیم. در مورد مثبت فکر کردن هم ما برنامه داشتیم. ذهنمون رو آرام کنیم از درگیری و نمیدونم چیزهایی که باعث میشه ذهنمون ناآرام باشه، به دورش کنیم کامل. هر کسی در زندگی خودش یک دغدغه هایی داره، اینا رو تا حد امکان کم کنیم. بعد سعی کنیم مثلا این برای کسایی که به حال یه جورایی مزمن استرس و استراب دارن، یه مدتی از اخبار و نمیدونم خبرهایی که باعث میشه استرسشون زیاد بشه از اینا دور بشن. سعی کنید جملات آرام بخش بخونید. و چه جملاتی و چه کلامی بهتر از کلام الله که اگر انسان انس بگیره با قرآن مطمئنن همیشه زندگیش پر از آرامشه. در مورد این که مورد خیلی مهمیه که رسول الله علیه السلام در مورد رفع گناه میفرمایند، میگه اگر یک رودی در جلوی خونه هر کسی باشه که اون شخص 5 بار خودش رو بشوره توی اون رود روان، آیا امکان داره نهایت روز کثیفی در بدن اون شخص مونده باشه؟ فرمایند نماز هم مثل همینه، اگر روزی 5 بار شما بخواید برید دست و صورتتون رو بشورید و گناهان از شما پاک بشه، نمیشه که در نهایت روز شما گناهی داشته باشید. پس این نماز دقیقاً یا خیلی بهتر و خیلی بیشتر از اون چیزی که روانشناسان با ورزش‌های روحی، ورزش‌های تمرکزی به ما آموزش میدن، میتونه تأثیر روی ما داشته باشه. 2 علت داره. یکی اینکه همون آرامش در نماز وجود داره. اگر یوگا انجام دادن، اگر مدیتیشن انجام دادن، باعث سکونی توی بدن و آرامش فکر میشه برای چند دقیقه در یک حالت بمونیم و چیزی فکر نکنیم. ما در نماز هم به اون حالت میمونیم، هم اینکه به یاد پروردگار بزرگی میفتیم که بزرگتر از هر چیزی در زندگی ما هست. با هر الله اکبر گفتن توی نماز ما به یاد این میفتیم که در تمام مشکلاتی که داریم باش دست پنجه نرم میکنیم توی روز، در تمام این شلوغی های روز و قیمت ارز و سکه و قیمت تخم مرغ و مرغ و مسائل مختلف سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و تمام اینها، یه اللهی وجود داره که بزرگتره، بزرگتر از ظلمی که این ظالمان دارن در حق ما میکنن، بزرگتر از مشکلاتی که ما توی جامعه داریم، از خانواده تا جامعه بزرگتر گرفته تا مشکلات جهانی مثل بیماری‌های مختلف و کرونا و امثال اون. یه اللهی وجود داره که این الله از تمام این مشکلات بزرگتره. به همین دلیل ما چندین و چند بار توی نماز میگیم الله اکبر، یعنی هم پروردگار الله اکبر رو میخونیم و هم اون حالت آرامشی که یوگا و مدیتیشن هم سعی کردن داشته باشن ما بدن، اون حالت سکون رو ما توی نماز میتونیم داشته باشیم و این باعث استرس ما میشه. حدیث رسول الله علیه السلام ما در مورد استرس اینطوری بهش نگاه میکنیم: اگر کسی 5 بار در روز با پروردگار عالمیان که توانای بر هر چیزه و دانای بر هر چیزه و هر کاری در حیطه اختیارات اون، بلکه با یک کنفیکون انجام میده در یک چشم به هم زدن و کمتر از اون، اگر ما 5 بار این پروردگار عالمیان رو بخونیم، باهاش خلوت کنیم، مستقیما اون رو مورد خطاب قرار بدیم و بدونیم که اون با ما در ارتباط هست و 5 بار این آرامش روحی رو توی روزمون تجربه بکنیم، آیا ما نمیرسیم در نهایت روز به اینکه استرسی نداشته باشیم؟ مطمئنا اینطور خواهد بود. برای یک کسی که در اوج استرس هست، در اوج فشارهای روانی هست، همین که بلند میشه میره نمازش رو میخونه،
و بعد برمیگرده با یک آرامش و راحتی میتونه ادامه بده. یه ویدیوی کوتاه 1 دقیقه پخش میکنیم و بعد با شما خداحافظی میکنیم که چطور استرسمون را کاهش بدیم. ببینیم. خواهش میکنم. استرس خود را کاهش دهیم. 1. نفس عمیق بکشید. تمرکز بر تنفس یکی از راه‌های ایجاد ارتباط میان ذهن، بدن و روحه. 2. بوی خوش استشمام کنید. بوی خوش تأثیر مثبتی روی تنفس و آرامش شما داره. 3. یوگا و مدیتیشن کار کنید. با این کار میتونید آرامش بدنتون رو حفظ کنید و تمرکزتون رو افزایش بدید. 4. نگفتن رو بیاموزید تا بتونید مرزهای روشنی برای خودتون ترسیم کنید و انتخابهای بیشتری داشته باشید. 5. با دوستاتون دور هم جمع شید و با هم بخندید. خندیدن راهی شگفت‌انگیز برای آزاد کردن اندورفین در بدنه. 6. زمانی را به خوشی‌های ساده اختصاص بدید. مثلا دیدن طلوع و غروب خورشید میتونه ما را از زندگی روزمره دور کنه. با رعایت این نکات به خوبی میتونید استرستون رو کنترل کنید و از زندگی لذت بیشتری ببرید. و در پایان من یک نکته هم اضافه کنم. همیشه سعی کنیم در طول روز یک وقتی رو برای خوندن قرآن و اگر نشد برای شنیدن قرآن بذاریم. مطمئنن گوش دادن به قرآن و اگر مطمئنن از معانی و مفهوم قرآن هم آگاه باشیم میتونه یک آرامش روحی به ما بده و 100% خیلی راحت ما رو از خیلی از مشکلات دور میکنه. اینکه رسول الله علیه السلام فرمایند الدعا هو العباده، اینکه دعا کردن همان عبادته. آرامشی که دعا به ما میده هیچ چیزی نمیتونه مثل اون به ما بده. تمام استرس های دنیا با توجه به اینکه ما میدونیم به عالمی قویتر، داناتر از هر چیز دیگه ای، بر ذاتی پاک قویتر، مهربانتر و داناتر از هر چیز دیگه ای ما رو مرتبط میکنه. اون ما رو میشنوه، اون میتونه تمام مشکلات ما رو حل بکنه و اونقدر با اطمینان به ما میگه ادعونی استجب لکم، منو بخوانید شما رو اجابت میکنم. همین که ما اطمینان داشته باشیم به این که یک نفر هست که هر بار ازش میخوایم حتما ما رو اجابت میکنه، خیر و صلاح ما رو بهتر از ما میدونه و ما رو اجابت میکنه. فکر نمیکنم کسی بتونه تصور داشته باشه که بتونه 20 ثانیه پیامی رو پخش میکنیم. آقای عبدالرحیم پیام فرستادن، الله زحمت کشیدن. عزیزان عوض میخوام، از بس این پاسدارا و بسیجی ها تیراندازی میکنن متاسفانه فکر کنم مشکل از واتساپ منه. پس بریم دیگه، فکر میکنم وقتمون تموم شده. معذرت میخوام آقای عبدالرحیم، قضا و قدر خدا نمیخواست 3-4 بار تماس گرفتیم، بقیه تماس ها الحمدلله وصل شدن، اما تماس شما نتونستیم بشنویم مطلبتون تا پایان. خدا نگهدارتون. باشه.